بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خبر رسیده است که آقایمان پدر شده است، پسر رسیده، پدر صاحب سپر شده است. جوان خوشقد و بالای خانه لیلا برای سید و سالارمان سمر شده است. با درود و سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان و سلام بر شما خوبان و عزیزان بیننده. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید جور و صحتمند بوده، زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید. ایام به کامتان باشه و طاعات، عبادات و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت. عرض تبریک دارم فرارسیدن روز سال روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان را خدمت همه شما خوبان و عزیزان، و خیلی خوشحالم و خداوند را سپاسگزار که این توفیق را داریم تا در این شب مبارک رو برای شما خوبان و عزیزان هستیم. با کمال امتنان و افتخار با برنامه‌ای به وقت بیداری رو برای شما خوبان و عزیزان هستیم و در خدمت استاد بزرگوار جناب دکتر محمد کاظم توکلی، پژوهشگر و استاد دانشگاه. جناب استاد سلام بر شما، خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان گرامی و سال روز ولادت جوان رعنای بنی هاشم حضرت علی اکبر علیه السلام و دردانه آقا ابی عبدالله الحسین به همه مسلمانان، شیعیان و جوانان عزیز وطندار در هر کجای دنیا که هستند تبریک و تهنیت از بود. سلامت باشین استاد، خیلی ممنون، خوشحالیم که در این شب میمون و مبارک در خدمت شما هستیم و افتخار میزبانی شما در برنامه وقت بیدار را داریم. استاد خب بحث ما که اخلاق کسب و کار و تجارت بود و همچنان این موضوع ادامه داره، ولی خب بالمناسبه اگر اجازه بتین یک کمه که از مناسبت بگیم و از سال روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام بشنویم. بله، نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودین. یک حدیثی از پیغمبر بزرگوار اسلام خطاب به حضرت ابوذر غفاری بیان شده که قطعا شاید بینندگان عزیز هم شنیدن. خیلی کوتاه حدیث رو عرض میکنم و بعد اشاره میکنم به یه مناسبت. حضرت فرمودن یا ابوذر اغتنم خمسن قبل خمس، ای ابوذر قدر 5 تا نعمت بدان قبل از اینکه او 5 نعمت از تو گرفته بشه. بله. اول فرمودن حیاته که قبل موتک، قدر زندگی بدون قبل از مرگ. بعد بلافاصله فرمودن شبابه که قبل هرمک، قدر جوانی بدون قبل از اینکه پیر بشی. معنای این سخن پیغمبر کسی میفهمه که جوانی را دست داده مثل ما و پیر شده و سلامتی، فرصت، انرژی، توان و نیروی جوانی او رو به تحلیل داره میره و همه فهمه که جوانی در واقع بهار زندگی است. جوانی بسیار دوره ارزشمندی است. البته یه حدیث عرض کردم ادامه داره که دیگه به خاطر ضیق وقت محمل نمیخونم. حضرت علی اکبر علیه السلام مظهر یک جوان ولایت مدار متدین، امام شناس، وظیفه شناس، دین شناس هست. درود بهش. حضرت علی اکبر صرفا فرزند آقا ابی عبدالله الحسین نبود، ایشون انسان دین شناس، آگاه، امام شناس بود. به این معنا که ما داریم در روایات که امامزا فرمود هر کس من را زیارت کند و عارفاً به حقی باشد و وجبت له الجنه، از حضرت پرسیدن که این معرفت به حق امام یعنی چیه؟ فرمود یعنی این که بداند که امام مفترض و طائع هست. یعنی اطاعت از امام در همه شرایط واجب است. علی اکبر این مسئله به معنای کامل و تام خودش در تمام دوران زندگی مخصوصا در قضیه کربلا نشان داد. لذاست که میبینیم وقتی که حضرت علی اکبر اجازه میدان میگیره، امام چه تعبیر زیبایی در مورد حضرت علی اکبر داره. میگه که علی اکبر کسی بود که اشبه الناس بود به پیغمبر خلقن و خلقن و منطقن، از نظر قیافه ظاهر، از نظر اخلاق و از نظر قدرت بیان.
و باز امام حسین میفرماید هر وقت ما مشتاق دیدار جمال پیغمبر میشدیم به علی اکبر نگاه میکردیم. این خیلی مهمه که یک انسان غیر معصوم اونقدر دارای فضائل و کمالات باشه که در واقع تجسمی باشه از یک انسان کامل، از اشرف مخلوقات که پیغمبر هست. لذا ما میتونیم، گاهی اوقات گفته میشه که جوان ها میگن آقا خب پیغمبر ائمه همه معصوم بودن، ما چطور با اونها تأسی کنیم، اونها اسوه ما باشن، ما نمیتونیم مثل اونها باشیم. با اونها در جواب گفته میشه که بله، لازم نیست شما معصوم و امام و پیغمبر باشید. این یک مقامی است که خداوند برای هر کسی که صلاح بدونه عطا میکنه، ولی ما میتونیم ادامه دهنده راه اونها باشیم و سعی بکنیم که مسیر اونها رو ادامه بدیم، از باب تخلقو به اخلاق الله، اخلاق پیغمبر، اخلاق ائمه رو داشته باشیم، که این مسئله در مورد حضرت علی اکبر کاملا متجلی است. یاد او شعر زیبای سعدی افتادم که به خودش خطاب میکنه، میگه سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. حضرت علی اکبر کسی است که عشق به پیامبر صلوات الله علیه و عشق به آل محمد در وجود او ساری و جاری بود و همه وجود او عشق به امام بود و اطاعت از امام و تخلق به اخلاق الهی. بسیار عالی. پس استاد، خب بدون مناسبت و سنخیت نیست که در خیلی از جاهای دنیا روز ولادت علی اکبر علیه السلام را خب روز جوان نامگذاری میکنند. واقعا مصداق به تمام معنا یک الگو برای جوان و جوانان هست. بسیار عالی استاد، تشکر، صحبت خوبی بود، استفاده کردیم. اگر اجازه بدید وارد بحث خود ما بشیم و اخلاق کسب و کار و تجارت و این رسیده بودیم استاد به بیان مواردی که کسب و کار نامشروع محسوب می شد. احتکار بیان شد، کم فروشی بیان شد و همینطور دروغگویی بس شد که چه آثار مخربی را داره و همینطور ای که راستگویی چه اثرات و فایده هایی را داره. این موضوعات مطرح شد و رسیدیم به رباخاری. این موضوع بسیار کوچک اشاره شد در برنامه قبلی، ولی با توجه به محدودیت زمانی را که داشتیم به صورت واضح و مشخص کامل نشد. بس مشخصا سوال ای هسته که استاد، برگردیم به اول، از اول اگر لطف بکنید تعریف بکنید که رباخاری یعنی چی و همینطور مصادیقش چی هسته و چه آثار داره در زندگی. بله، ما در جلسات قبل اگر بینندگان عزیز خاطرشون باشه عرض کردیم که کار از نظر اسلام ذاتاً شرافت داره و تولید و ارائه خدمات به مردم و در واقع تولید ثروت در جامعه از نظر اسلام یک ارزش اخلاقی است و هر چیزی که هر نوع داد و ستدی در جامعه که مانع تولید ثروت بشه برای جامعه اسلامی مشکل ساز هست، از جمله ربا. ربا چی هست؟ ربا اینه که کسانی که دارای سرمایه هستند در جامعه اینا کار نکنن، تولید نکنن، تولید ثروت نکنن، بلکه این سرمایه خودخور وسیله کسب درآمدهای نامشروع قرار بدن، از این طریق که پول به عنوان قرض بدن به کسانی که پول ندارن که اونا کار کنن، اینا بشینن در گوشه خانه و صرفا سرمایه اونها کار کنه. بله. و در ازای قرض دادن پول یک سود بیشتری بگیرن. مثلا من 1000 افغانی به شما قرض میدم که ماه بعد 1200 افغانی از شما بگیرم بدون اینکه هیچ چیزی در واقع خدمتی یا تولیدی اضافه شده باشه، صرف بابت اینکه پول دست صرف ما بوده، بابت اینکه من پول به شما قرض دادم. از نظر اسلام در قرض هیچ گونه شرط و شرایطی وجود نداره و اگر باشه ربوی میشه و قرض اصلا منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، ای اشاره دارد به این که کسانی در جامعه پیدا بشن از باب تعاونوا علی البر و تقوا مشکل مؤمنین و مسلمان ها رو حل بکنن، قرض بدن، نه اینکه سرمایه قرض الحسنه، بله قرض الحسنه بدن، نه اینکه سرمایه اونها کار بکنه و این یک اهرم فشاری باشه روی گرده مستضعفین و محرومین. لذا هر گونه قرض دادنی که همراه با تزاید باشه، کسب فایده، کسب فایده باشه، میشه ربا. و البته آثار و به صلاح دلائل بسیار زیادی داره این قضیه که ما عرض میکنیم. یکیش اینه که اختلاف طبقاتی پیش میاد و مشکلات فراوانی ایجاد میشه. بنابراین هر معامله ای که در اون معامله قرضی گرفته بشود
درود بر شما. و او قرض مشروط به زیاده به صلاح پس گرفتن زیاده بر اصل مال باشه میشه ربوی. بسیار عالی، تشکر. اگر اجازه بدین یک میان برنامه کوتاه رو ببینیم و دوباره با در خدمت شما خواهش بودیم. بیننده های گرامی، سپاس از همراهیتان. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. در شباهت به نظر نفس پیامبر شده است، بی جهت نیست که اسمش علی اکبر شده است. حرکات و سکنات و وجناتش تاها، مادرش آمنه بوده است مگر یا لیلا. ماه عالم شده از دیدن رویش سرمست، پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست. جان علی جسم نبی جلوه کوثر بوده، سر لولاک از اول علی اکبر بوده. هر زمان عطر حضورش به هوا بر میخواست، نفس پنجتن آل عبا بر میخواست. بی نقاب آمدنش پیش عمو دیدنی است، به ابوالفضل قسم قامت او دیدنی است. چه بگویم من از آن سرو خرامان بهشت، حرف حق را قلم خواجه شیراز نوشت. شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. زلفشان روز که در دست نسیم افتاده، سمت و سو داده به تحریر مؤذن زاده. کربلا هم آتشش چند برابر شده بود، تشنه صوت اذان علی اکبر شده بود. جلوه چشم پدر رد شدنش را عشق است، اشهد و ان محمد شدنش را عشق است. باد آورده به همراه شمیم صلوات، میوزد بر سر کوی تو نسیم صلوات. ابر رحمت تویی و تشنه الطاف تو دشت، مشک از چشمه چشمان تو پر بر میگشت. کیستی ای که پیمبر شدی از کل جهات، باز هم بر گل روی علی اکبر صلوات. بیننده های عزیز گرامی، دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید. مثبت 964-780-255-413 پل ارتباطی میان شما و برنامه به وقت بیداری هست. میتونید نظریات ارزشمندتان را از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید. ادامه برنامه به وقت بیداری را بیننده هستید، در خدمت جناب استاد محمد کاظم توکلی هستیم. استاد سلام مجدد خدمت شما. سلامت باشد. دیدگاه معصومین علیه السلام در رابطه با رباخور و رباخوران چی هست؟ سوال بسیار خوبی است. اگر اجازه بدید من به صورت مستند از آیات و روایاتی که اینجا مکتوب دارم خدمت بینندگان گرامی بخونم. اول یک روایت میخونم. حضرت علی علیه السلام در زمانی که خلیفه مسلمین بودن، رفتن در بازار کوفه، تجار را جمع کردن و به اونها گفتن که الفقه ثم المتجر، اول احکام تجارت یاد بگیرید، اخلاق تجارت را یاد بگیرید و بعد تجارت کنید. بعد حضرت فرمود سوگند به خدا، افتادن در ربا از افتادن مورچه روی سنگ صاف پنهان تره. یعنی ممکنه انسان تجارت ربوی بکنه و متوجه نباشه، لذا باید احکام تجارت بدونه و ضررهای معامله ربوی باید بدونه. بعد در روایت دیگر امام صادق میفرماید که در مورد یک شخص رباخار که نقل کردن گفتن فلانی در بازار ربا میخوره، فرمود لئن امکننی الله لازربن عنقه. فرمود این شخص باید اولا او تذکر داده بشه، گفته بشود و اگر اصلاح نشد و ادامه داد به کار خودش، چون این کارش یک نوع ایجاد فساد در جامعه اسلامی هست، از باب سختی سخن حضرت فرمود اگر خداوند به من این امکان میداد، من شاید فتوای قتل او میدادم. در این حد که یک شخص رباخور میتونه نظام اقتصادی جامعه و بنیانهای اخلاقی جامعه به هم بریزه، در واقع مرتکب یک جرم بزرگ، یک جرم بسیار سنگین میشه.
باز در مورد ربا قرآن میگه که الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. ببینید میگه کسی که ربا میخورد مثل کسی است که شیطان در او نفوذ کرده و عقل او رو ضایع کرده و در واقع باعث شده که شیطان بر او مسلط بشه و یک عمل شیطانی انجام بده. چرا میگن عمل شیطانی؟ چون وقتی در جامعه ربا ایجاد میشه اختلاف طبقاتی شدید ایجاد میشه، یعنی او کسی که ربا میده بسیار ثروتمند میشه، او کسی که ربا میگیره بسیار فقیر میشه، فاصله بین فقرا و ثروتمندان بسیار زیاد میشه. ای باعث ایجاد عقده حقارت که حالا در بخشای بعدی برنامه خواهیم گفت خواهد شد. بعد قرآن میگه که کسانی که ربا میخورن اینا مثل کسانی هستن که شیطان در اونها نفوذ کرده، داله که بندهم قالوا انما البيع مثل الربا. استدلال رباخاران اینه، منطقشون این هست که ربا چیز بدی نیست، ربا هم مثل بیع است، در حالی که قرآن میگه که بیع مثل ربا نیست و ربا مثل بیع نیست. احل الله البیع و حرم الربا، خداوند خرید و فروش را آزاد کرده اما رباخاری و ربا گرفتن حرام کرده. باز در یک در واقع روایت دیگری داریم که فرمود کسانی که ربا میگیرن و ربا میدهن اینها گناهشون مثل گناه کسی است که نعوذ بالله نستجیر بالله در کنار خانه کعبه با محارم خودشان زنا کنند. استجیر و بالله نعوذ بالله، یک چنین آثار بدی داره. و لذا قرآن میگه احل الله البیع و حرم الربا، خداوند خرید و فروش یعنی تولید کار و تولید ثروت حلال کرده ولی ربار حرام کرده. در روایت دیگری باز داریم که من دوست دارم این روایت خدمت بینندگان عزیز بخونم. این روایت بسیار روایت زیبایی است. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که ربا میگیرد و ربا میدهد برکت از مالش میره. یعنی هر دو تا بله. هر دو طرف. بله بله، برکت از مال، هم از مال ربا گیرنده و هم از مال ربا دهنده می رود. و بعد فرمود که یک چنین کسی از فیوزات اخروی هم محروم میشه، یعنی هر عمل شرعی که انجام بده مورد قبول واقع نمیشه، مالش مال حرام هست، لقمه ای که به زن و بچه خومده این لقمه لقمه حرام هست، باعث ایجاد مفاسد و انحرافات اخلاقی میشه، باعث میشه که نصیحت در این فرزند و در این همسر تأثیر نکنه، باعث میشه عفت زنان خدای نکرده تضعیف بشه و چون لقمه لقمه حرام خورده، همه چیز برمیگرده به لقمه و باعث میشود که خانواده کسی که ربا میخوره یا ربا میگیره در واقع تارک و سلات بشن، اینها برن به سمت حرامخاران و برن به سمت حرامخاری و برن به سمت مفاسد اخلاقی. یک چنین خانواده چون لقمه اونها لقمه حرام هست، اصلا امیدی به اصلاح در اونها نیست، امیدی به تزکیه، امیدی به تربیت و امیدی به این که اینها انسانهای مفید و مؤثری در جامعه بشن، مؤمنین واقعی بشن که مصدر خیر و برکت بشن نیست. یک چنین افرادی در واقع یک کانون فساد، بله، نم خیلی خلاصه دنیا رو داره نم خیر آخرت. خیلی خلاصه عرض کنم، یک کانون فساد در یک جایی ایجاد میشه. شما ببینید اگر در یک جایی در یک خانه ای یک حیوانی مردار بشه و صاحب خانه از او باخبر نشه، این بوی تعفن او تمام او محله رو میگیره. آدم رباخار و رباگیر یک چنین حالتی داره، بوی تعفن او تمام در واقع ظاهر و باطن جامعه رو میگیره و جامعه فضای پاک و تمیز و فضای اخلاقی جامعه آلوده میشه، جامعه دچار مفاسد اخلاقی میشه، دیگه سنگ روی سنگ بند نمیاد. لذا متاسفانه جامعه ما استاد خیلی در این مورد آلودگی زیاد است متاسفانه. لذا بعد غصب مال مردم حلال میشه، دزدی کردن حلال میشه، دروغ گفتن که ما در جلسات قبلی گفتیم حلال میشه، فریب در معامله آزاد میشه. وقتی رباخاری در جامعه آزاد شد،
همه مفاسد اخلاقی در جامعه آزاد میشه. یک چون این جامعه دیگه جامعه مریض است، این جامعه دیگه بوی صلاح و رستگاری و خوشبختی نمیبینه و این جامعه است که به سمت انحطاط میره، به سمت سقوط میره. در واقع مایه همه مرضها و حرامها همیه دیگه. بله متاسفم. بسیار عالی استاد، تشکر، امیدوارم که انشالله برنامه موثر تمام بشه و هر کسی در این امر خلاصه در این مسیر کار میکنه متوجه موضوعات بشه. خیلی در واقع مهم و سنگین هست. استاد خب آثار مخرب اخلاقیش همچنان بیان شد، اگر باز مورد مانده بگین، و آثار منفی اقتصادیش همچنان. بله. در مورد آثار اخلاقی یک آیه شریفه از این آیه رو میخونم، ببینید چقدر این آیه زیباست. خداوند میفرماید که یمحق الله الربا و یربی الصدقات. بله. ما در جلسات قبل گفتیم که بعضی از اعمال ما آثار وضعی داره، یعنی ما بدانیم یا ندانیم، بخواهیم یا نخواهیم، اثر خور داره. مثل این که شما خوابید دست خور میگیرین روی زغال روی آتش، بدانید یا ندانید دست شما میسوزه، این اثرش باقی میمونه. ربا یک چنین حالتی داره، ما حتی اگر احکامش هم نفهمیم آثار وضعی خور میگذاره. قرآن میگه ربا باعث میشه که برکت از مال شخص بره، یعنی طرف کار میکنه، تلاش میکنه، زحمت میکشه ولی نتیجه نمیگیره، همیشه به قول ما هشتی و گره و نهی اونه در زندگی، همیشه عقبه، همیشه حس بد داره. ببینید محق در اینجا به معنی از بین رفتنه، مثل اینه که یک آتش پنهان نهانی در گوشه ای از خانه انسان روشن باشه و ما متوجه نباشیم، این آتش همه چیز با خود خو میبره و خاک و خاکستر میکنه و ما متوجه نیستیم، زحمت میکشیم. یا کسی که کشاورزی میکنه از یک طرف درخت میکنه، از طرف دیگه آتشی میزنه و باغ و باغستان میسوزونه، بعد از طرف دیگه ویور به صدقات میگه. صدقه در اینجا به معنی عامش یعنی کار خیر، کار معامله حلال، کسب و کار حلال. خداوند به کسب و کار حلال برکت میده. برکت به چه معناست؟ برکت به این معناست که شما در واقع با زحمت کم نتیجه فراوان میگیرید، در مقابل ای در واقع حبته و محق هست. محق یعنی چی؟ یعنی با زحمت زیاد نتیجه کم گرفتن. گاهی اوقات دیدیم که وقتی یک کشاورز یک دانه در زمین خوب با شرایط آب و هوای خوب میکاره نتیجه فراوان داره. همونجور که در جلسات قبل عرض کردیم که نشد گنج پیدا ولی رنجشان چنان چون پدر گفت شد گنجشان. یا در اونجا او شاعر میگه که میگه بر اثر در واقع کشاورزی خوب یا مون نابرده رنج گنج میسر نمیشه برادر که کار که کرد تموم میشه. بسیار عالی استاد، اگر اجازه بتین یک میان برنامه کوتاهی رو بادم ببینیم و دوباره در خدمت شما هستیم. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از اینکه نگاه های ناب و مهربانتان را در این بخش از برنامه هدیه کردید. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. یا صاحب الزمان شود آیا که شبی بر دل من یار شوی، یار این خسته غم دیده بیمار شوی. سینه غم زده ام بهر تو سوزد همشم، دل من آب شده کی تو پدیدار شوی. با کلافی بنشستم سر بازار رخن، کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی. همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق، کی به پیراهن خود نور شب تار شدی. هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، شود آیا که مرا هم تو خریدار شدی. ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، چه شود گر تو مدد کار دل زار شدی. شعله خیمه آتش زده گوید که بیا، زائر بی کفن بی سر و خونبار شدی. اللهم عجل لولیک الفرج.
عالی پرستم و به علی ها مرید سخت، دلبسته نیستم به کسی جز تبار عشق. بیننده های عزیز و گرامی سلام عرض میکنم خدمت شما و باز هم خوش آمدید. ادامه برنامه با وقت بیداری را بیننده هستید و همچنان در خدمت جناب استاد محمد کاظم توکلی پژوهشگر و استاد دانشگاه هستیم. استاد سلام، داره خوش آمدید. بحث ما استاد آثار مخرب اخلاقی ربا خوری در جامعه بود و آثار منفی اقتصادی را بر جای میگذاره. بله، آثار مخرب اخلاقی من اول عرض میکنم و بعد اقتصادی. از نظر اخلاقی وقتی در جامعه کار و تولید نباشه، انسان ها دنبال راه های انحرافی میرن و در واقع رانتخاری ایجاد میشه. یعنی یک نوع معامله گری غیر مفید، یک نوع دلال بازی ایجاد میشه که در این جامعه تولیدی صورت نمیگیره، نه تولید در واقع کالا و نه تولید خدمات، و افراد هم دیگر خور در واقع فریب میدن و این جامعه در واقع یک حالت کاذب و دروغینی به خود خود میگیره که چیزی عوض نمیشه، در واقع کالای تولید نمیشه، نه مواد کشاورزی، نه کالای اقتصادی دیگه، نه خدمات، هیچی جابجا نمیشه، فقط این وسط پول هست که جابجا میشه. ولذا در چنین جامعه فقر تولید میشه، ربا تولید فقر میکنه. وقتی که در یک جامعه تولید فقر شد، این تولید فقر باعث ایجاد عقده‌های حقارت اجتماعی میشه. افراد در همین شهر، در همین روستا زندگی میکنن، میبینن که یک شخصی بدون اینکه کار بکنه هر روز از نظر برخورداری از مواهب اقتصادی بالا میره و اینا هر روز تمرن. درست. خب این باعث ایجاد عقده حقارت میشه. عقده حقارت جامعه شناسا میگن باعث ایجاد بزهکاری و فساد میشه، باعث ایجاد قتل و نابهنجاری در جامعه میشه و باعث میشه که انسانها احساس رضایتمندی از زندگی نداشته باشن و زندگی خود دائما فقرا و محرومین به سمت انحطاط و به سمت سقوط بدونن و احساس کنند که عدالت در جامعه وجود نداره، هرچی تلاش میکنن به نتیجه نمیرسن. بعد این یک ارزشی میشه در جامعه، این که کسانی پولی داشته باشن، پولی از یک جایی جمع کنن بدن به عنوان ربا، دیگه کسی دنبال کار نمیره. و از طرف دیگه او کسی که ربا میده باعث میشه که دیگه انگیزه کار کردن در او کم بشه و به همین کار خوب ادامه بده. این از نظر اخلاقی. اختلاف طبقاتی وقتی در یک جامعه ایجاد بشه، دیگه او نظامات اجتماعی متزلزل میشه. یعنی جوانها دنبال تحصیل علم، دنبال کار، دنبال تلاش، دنبال تولید در واقع خدمات نمیرن و افراد به سمت دزدی، به سمت سرقت، به سمت قتل و به سمت مفاسد اقتصادی میرن. استاد مشخصا به نمونه های اگر لطف کنین اشاره بکنین، چون بحث ما آثار خب مخرب منفی اقتصادی هست، چی بار منفی را داره، به همون نمونه ها اگر مشخصا اشاره بکنین. شما ببینید در جامعه ای که بانک ها کار ربوی میکنن، افراد دائما میرن از بانک قرض میگیرن. بله. این پولی که قرض میگیره مثلا 100 هزار افغانی میگیره، باید 150 هزار افغانی پس بده. خب این باید چقدر کار بکنه که 150 هزار افغانی بتونه بده به بانک. این بانک وظیفه چیه؟ تولید در واقع کالا هست در جامعه. بله. خدمت کردن به کارخانه ها هست، خدمت کردن به مشاغل خرد و کلان هست. میاد بانک چه کار میکنه؟ پول میده به مشتری، مشتری میره زحمت میکشه، چون تورم ایجاد میشه در جامعه، گرانی ایجاد میشه، 100 هزار افغانی میگیره، بعد چند ماه باید 150 هزار، 200 هزار بده. این 200 هزار چه رقم بده؟ هر چی تلاش میکنه هر روز فقیرتر میشه و بانک جامعه فقیرتر میشه و بانک فقیرتر و چاپتر و پولدارتر. شخصی که دستی دستی میاد به مردم ربا میده، او ثروتمندتر میشه. این شخص دیگه از کار کردن ناامید میشه،
و بعد میبینه که کار کردن هیچ نتیجه و فایده نداره، میزنه به در مفاسد اقتصادی، دنبال دزدی کردن، دنبال دور زدن قوانین، دنبال ربا دادن یا زد و بند کردن میفته، رانت در جامعه ایجاد میشه و باعث میشه که اختلاف طبقاتی، بزهکاری درست میشه. بزهکاری های اخلاقی محصولش همینه، افت تحصیلی محصلین محصول همین مسائله. وقتی که یک مرد در خانواده نتونه خرج خونه خود تامین بکنه، عرض کردم احساس حقارت، احساس ناتوانی، احساس ضعف، احساس ناکارآمدی در جامعه وقتی که ایجاد بشه، امید در جامعه کم میشه و این سرمایه اجتماعی، اعتماد در جامعه کم میشه. وقتی که امید و اعتماد کم بشه، این سرمایه اجتماعی رو به افول و کاهش بره دیگه. او وقت در یک چنین فضایی انسان‌ها دنبال، عرض کردم، دور زدن قوانین هستن، دنبال فریب دادن و دروغ هستن. دروغ در جامعه رشد میکنه، متاسفم. در یک چنین جامعه‌ای وقتی که دروغ رشد کرد، نفاق رشد میکنه. وقتی نفاق رشد کرد، این جامعه تبدیل میشه به یک کویر، به یک برهوت که در او هیچ گلی نمیرویه، هیچ سبزه‌ای نمیرویه، هیچ درختی بارور نمیشه. و لذا نسل آینده یک نسل فریبکار، دروغگوی، مکاری میشه که دنبال کار نمیره. دیگه وقتی میبینه پدرش کار کرد به نتیجه نرسید، او آدم دیگه ربا داد، ثروتمند شد. این نظامات ارزشی و اخلاقی جامعه وارونه میشه. و این باعث میشه که جامعه یک جامعه بشه که به سمت انحطاط اخلاقی، به سمت ظلم، به سمت تعدی و به سمت انحرافات اخلاقی بره. یک جامعه دیگه جامعه دینی نیست، جامعه اسلامی نیست و یک جامعه ایدئال و کامل نخواهد. متاسفانه به تعبیر یکی از اساتید، یک جامعه دریا و کریاب میشه. یک دست سیری دارن میترکن و یک دست گرسنگی. از نظر اقتصادی هم یک اشاره بکنم، چون سوال کردین. از نظر اقتصادی در جامعه که تولید نباشه، تولید کالا و ثروت نباشه، او جامعه هر روز به سمت عقب رفت، به سمت انحطاط، به سمت نابودی پیش میره. وقتی که شما در یک بالاخره ببینید جمعیت هر روز اضافه میشه، نسل هر روز اضافه میشه، نیازهای مردم اضافه میشه، بیشتر میشه. اگر این نیازها برآورده نشه از طریق کار، از طریق تولید ثروت، تولید کالا، تولید خدمات، این جامعه نیازهای ثابته و از اون طرف تولید کار و ثروت و کالا نمیشه. این جامعه یک جامعه عقب مونده منحط نیازمندی میشه که مردم او وقتی خود خور با کشورهای دیگه مقایسه میکنن، احساس ناتوانی و احساس ضعف میکنن. بله. وقتی این مردم میبینن که در این کشور زندگی کردن باعث پیشرفت نمیشه، از این کشور، از زندگی در این کشور ناامید میشن، از تلاش برای کسب درآمد حلال ناامید میشن. بله. میرن به سمت دزدی، به سمت سرقت، به سمت گران فروشی، به سمت فریب و به سمت کار نکردن. یک چنین جامعه دیگه میش گفت که یک چنین شهری دیگه شهر نیست، این بیغوله است، این خراب آباد هست. و از نظر اقتصادی در جامعه که تولید نباشه، هر روز گرانی ایجاد میشه. وقتی که گرانی ایجاد شد، ببینید تعادل بین عرضه و تقاضا کم میشه. باید کالا متناسب با او ارزش مالی که داره فروخته بشه. اگر این عینک بنده 100 افغانی بیارزه و میر به 1000 افغانی بفروشم، در واقع 900 افغانی به شما ظلم کردم، اجحاف کردم. و در جامعه که ظلم باشه، این جامعه روی سعادت و خوشبختی نمیبینه. چون روایت داریم فرمود بالعدل قامت السماوات و الارض. نظام هستی وقتی به سمت خوشبختی و سعادت میره که در او عدالت باشه، و عدالت اینه که هر کسی به میزان تلاشی که میکنه در واقع بهره‌مند بشه از حقوق و مواهب فردی و اجتماعی که وجود داره. بله، بسیار عالی، تشکر استاد. به وقت هم کم داره، مختصرا به موارد دیگر هم اگر کسب و کار نامشروع محسوب میشه اشاره بکنید انشاءالله. باز من حیف میتونم این آیه شریفه قرآن اینجا نخونم که قرآن شریف ببینید چقدر زیبا واقعا آثار منفی ربا بیان میکنه. میگه که به مردم میگه رباخاری نکنید و ربا ندهید، ربا نگیرید. اگر این حکم خدا رو شما قبول نمی کنید، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کسانی که ربا میخورن یا ربا میگیرن، اینها در جنگ با خدا و رسولن.
بله. چرا جنگ در جنگ با خدا و رسولن؟ چون قرآن میگه که ما پیامبران نازل فرستادیم، کتب آسمانی نازل کردیم، لیقوم الناس بالقسط، برای این که در جامعه عدالت ایجاد بشه. بله. عدالت اقتصادی، عدالت علمی، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، در توزیع مواهب و ثروت ها عدالت باشه. انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط. خب اگر یک قسط در جامعه محقق نشه، فلسفه نبوت پیامبران در واقع این فلسفه نادیده گرفته می شود. در واقع اصلا ارسال رسول به انزال کتب بی‌معنا میشه. در جامعه ای که ربا هست، در اون جامعه دیگه عدالت وجود نداره. بعد سوالی که فرمودید قسمت آخرش رو بفرمایید دوباره. بله، گفتم که چه موارد دیگر کسب و کار نامشروع محسوب میشه. ولی خب وقت برای پیدا نمی‌کنه. بله، اگر یک جنبندی بسیار خلاصه در حد یک دقیقه داشته باشه، بعد پایان برنامه ای سوال باشه برای بعد. بله، من اینجا خوبه که اشاره بکنم به این مسئله که در واقع ربا دادن و ربا گرفتن یک نوع فریب هست. بله. یک نوع مکر هست و پیغمبر فرمود النجات فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب. این روایت پیغمبر در همه جا مصداق داره. کسی که ربا میدهد، بله، در واقع داره او ربا گیرنده فریب میده، میگه من به تو پول میدم، برو مشکل خور حل کن، من آدم خوبیم، هدف من اینه که مشکل تو رو حل بکنم. در حقیقت مال او بدون این که طرف بفهمه به سمت خودش میکشونه. و اقتصاددان ها میگن که جامعه ربوی در جامعه که تورم وجود داره، تورم مثل جاروی برقی است. جارو برقی همه چیز میکشونه به سمت خودش بدونی که کسی متوجه بشه. بله. در واقع ربا یک نوع جاروبرقی مخفی است، یک نوع فریب هست. شما فکر میکنید که ربا گرفتید مشکلتان حل شد، کسب و کار شما رونق پیدا میکنه، در حالی که این باعث فقر میشه. بله. یک نکته. و نکته دیگه این که بله خیلی کوتاه، جامعه ربوی جامعه غیر دینی است، جامعه پیامبر پسند نیست، جامعه خدا پسند نیست و جامعه عقل پسند هم نیست. عقل به ما میگه وقتی رشد میکنید که کار و تولید ثروت باشه. بسیار عالی، تشکر استاد، لطف کردید، ممنون از زحمات شما. انشاءالله خیر و سلامتی بدر خیر راهتان باشه. اگر یاد ما کرده و باران گرفت، دعای به حال بیابان نما. بیننده های عزیز گرامی، سپاس دارم تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب به وقت بیداری، تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه تان رو به الله پاک بی همتا می سپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.